متشکرم هموطنهای عزیزم. امیدوار هستم که شما از گزنده ها و دسوایی امراض مهلک در امان خداوند باشین. ما از مدت تقریبا 10 روز به این طرف است که تنفس ما وابسته با اکسیژن است و بدون اکسیژن یک لحظه هم تنفس کرده نمیتونم. به هر صورت خواستم بعضی حقایق با شما در جریان بانم. فکر شاید شما فکر کنین که چقدر امکانات حکومتی یا دولتی امرای وکیلا یا مقامات که مریض میشن است. متاسفانه حتی به خدا به خاطر یک اکسیری کردن جمعه گذاشته 2 شفاخانه را رفتیم. نشد تا که به شفاخانه امنیت مراجعه کردیم. دکتر صاحبایم شفاخانه نظر به شناخت شخصیشون احساس مسئولیت کردن یک اکسیری از مگه گرفتن. در غیر از او فقط در خانه هستم و این میجه فامیلم امکانات زمینه 1-4 بالون اکسیژن روزانه در 24 ساعت برام مساعد میکنن تا من نفس بکشم. ولی من افسوس میکنم به خدا به حال حکومت مدارا، به حال کسانی که مسئول هستند در این راستا که به مردم عرض خدمات بکنن. اما متاسفانه هم وطنهای عزیز ما در شفاخانه هایی که مسئولیت دارن مریضا را تداوی کنن، اونا از نبود اکسیژن حیات خود از دست میدن. باور کنین آماده ساختن بالون اکسیژن هیچ کدام مشکل نیست. اگر حکومت بخواه میتونه که بر هر مریض بالای سرش 2-3 بالون اکسیژن آماده بسازه. ما بسیار متاسف هستم که وطنهای عزیز ما به خاطر 2 قطره اکسیژن حیات خود از دست میده. تا که پایوازش پشت 1 بالون اکسیژن میره پس میگه که مریضکش فوت شده و این بسیار سخت است. میخوایم نفرین بفرستم به مافیایی که از این وضعیت مردم استفاده سو میکنن. پولهای گزافی که در راستای مبارزه با این مرض به افغانستان آمد. حتی حکومت 2 بالون اکسیژن بالای سر مریض خدا آماده ساخته نمیتونه. یک وضعیت خیلی خراب است و خداوند لعنت میفرستم، لعنت خداوند به سر او کسایی که از این وضعیت مردم استفاده سو میکنن، حیف و مل میکنن پولها را و به هموطنهای مظلوم و بیچاره خود هیچ نوع توجه ندارند. امیدوار هستم که حکومت یک کم تکان بخوره و لیاز خدا تا چی وقت در تمام عرصه ها به تفاوتی در حق مردم در این عرصه خود مقدار پول آمد به حکومت به وزارت صحت. این پول ها چی شد که 1-2 بالون اکسیژن برای مریض آماده ساختن نمیشه؟ بلی از خدا از یالت دست بکشن. مسلمان واقعی باشین. تمام دنیا که از شما باشه و اینی وضعیت باشین هیچ چیز به دردتان نمیخوره. بلی از خدا فقط مسلمان واقعی باشین و یک خدمت واقعی رو برای مردم خود انجام بدین. از سر پارلمان وکیل صاحبا صدا میکنم که هیچ یک افغانی رو از بودجه ملی به خاطر مبارزه با این امراض به اختیار حکومت یا وزارت صحت قرار ندن. باور کنن که هر قدر پول به اختیارشان قرار بدین تمام پول ها حیف و مای میشه. نمیال هموطنهایتان در شفاخانه ها از بین میرن. بپرسان کسی اصلا ازشان هیچ بازجویی نمی کنن. بنان خواهش میکنم که از یالت مردم استفاده سو نکنین. از خدا کمی بترسین. خدمت صادقانه به مردمتان انجام بدین. جناب رئیس، شاید شما به جریان باشیم که وضعیت ولایت کندوز به کس کنه امروز بسیار زیاد خراب است و ساعت 4 صبح مخالفین از 4 طرف و ولایت کندوز بازم حمله‌آور شدن و حتی نقاط بسیار نزدیک داخل شهر مثل سیدرک که مسیر رای از ولایت کندوز به طرف بغلان بالاخره به طرف کابل از اینجا را به استقبال باس خود کرده منطقه چرفا و دیگه مناطق که فقط محاصره منطقه داخل شهر مونده و امیال هم جنگ بسیار شدید جریان داره. من فکر میکنم جناب رئیس که موضوع رو باید برای مقامات مسئول امروز جدا شما این مطرح بکنیم با وزیر صاحب دفاع و داخله و همچنان ریاست امنیت ملی جدی موضوع رو امروز مطرح کنیم، چرا که با
بازی که امروز در ولایت کندوز جریان داره، شما میفهمین که در گذشته یک سال پیش به شکل شد، تمام مردم کندوز آواره و بیچاره شدن، مردم به خاک خون کشانده شد، هست بود دولتی و ملکی و همگی از بین رفت. امروز هم همچنان یک بازی جریان داره، متاسفانه در اونجا بعض مسائل در داخل ولایت کندوز است و همچنان کسانی که در این راستا مسئول شدن در ولایت کندوز ماموریت گرفتن، به خاطر تامین امنیت به ولایت کندوز رفتن، نهایت به کفایتی و به تفاوتی کردن که باید از اونا بازخواست و پرسال صورت بگیره. ما امیدوار هستم که خانه ملتم به این راستا و کمیسیون امنیت داخلی جناب محترم رئیس بشه. از شخص شما خواهش میکنم که امروز موضوع را حتی اگر میتونین امیل از شما میتونین با یک تماس های تلفنی با وزیر دفاع و با دیگر مسئولین شما موضوع را مطرح کنین که از برای خود از سر مردم چی ها هست، پول های انگار به این راستا به مصرف میرسن، همون تو نباشه که نمی از خود ما تیشه را در ایش خود ما بزنن، همون تو نباشه که اینا به خاطر پول و بعض امکانات دیگه خودشان در مقابل جمع دیگه پا به تفاوتی میکنن. یا دوست طالبا خاموش فکر میکنن همه ما از بر بودیم، اونا برنامه خود طرح میکنن، اونا برنامه خود طرح میکنن، اینا را غافلگیر میکنن. چه قسم ما نیروهای امنیتی داریم؟ از برای خدا ما نمیگیم کسانی که در خط جمع هستن، جوانای عزیز ما که در خط جمع میرن، او بیچاره ها میرن جمع میکنن، بایات خود بازی میکنن، خونش هم میرزن، ولی کسانی که در راست هستن، کسانی که در مقامات هستن، مسئولیت رو از برای خود از ما شما باستاز پرسان کنن. اگر نمیشه لطفا بیان اینا را کنشون سرد اعتماد کنید که ادقا تکرام بخورن یکترن، بیاین به خانه ملت جواب بگیرن چرا همون قسمی که همکارا مطرح کردن، ما پیمان امنیتی امضا کردیم با بزرگترین کشورهای دنیا، پولهای زیاد مصرف میشه اینجا. این چه کمالت است که مردم تمام روز بخواب بخون کشانده میشه؟ از برای خدا این وضعیت بر ما هیچ قابل قبول نیست. ما حیران ماندیم چی کنیم، به کدام در سر بزنیم، به هر دری که سر میزنیم، به هر جایی که صدا میکشیم، اصلا هیچ کس صدای ما را نمیشنوه. بالاخره مردم کندوز و دیگر ولایات جنگ است، اینا مرد انسان هستن، بشر هستن، غم از اینا خورده شود. همیان تمام راه را که برکنیشون مزدوب کده، اینا نمیتونن که به طرف تخار برن فرار کنن و نمیتونن که به طرف کابل یا دیگه ولایات که چهار طرف راه مزدوب است. این امیلی از در جیدی میگیم جناب رئیس از تمام و کلال مکرم و خواهش میکنم، التماس میکنم از اینا که لطفا